دولت ترکیه روز دوشنبه در اعتراض به رأی دادگاهی در آلمان مبنی بر جلوگیری از پخش ویدیوی سخنرانی رجب طیب اردوغان برای هوادارانش در آلمان، کاردار سفارت آلمان در این کشور را برای توضیح در این زمینه فراخواند. این اقدام آنکارا همزمان با سفر ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به ترکیه برای بازدید از پایگاه اینجرلیک صورت گرفت. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا برای ارزیابی روند مبارزات ضد داعش و دیدار با پرسنل نظامی آمریکا در پایگاه هوایی اینجرلیک به ترکیه سفر کرده است. سخنگوی ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید ژنرال دانفورد در این سفر در جریان دیدار با نخست وزیر ترکیه و همتای خود کودتا را قویاً محکوم خواهد کرد و به دولت ترکیه اطمینان می‌دهد که مناسبات پایدار دو کشور برای ایالات متحده از اهمیت زیادی برخوردار است. بر اساس گزارش‌ها در جریان این دیدار گروهی کوچک از مردم ترکیه در مقابل سفارت آمریکا در اعتراض به حضور ژنرال دانفورد در ترکیه دست به تظاهرات زدند. در همین حال دولت ترکیه امروز کاردار سفارت آلمان در آن کشور را فراخواند تا در مورد مسئله جلوگیری از پخش ویدیوی سخنرانی رجب طیب اردوغان در آلمان خطاب به طرفدارانش توضیح دهد. روز یک شنبه حدود 30 تا 40 هزار نفر از ترک‌های مقیم آلمان به طرفداری از اردوغان و برای محکوم کردن کودتای اخیر در شهر کلن آلمان دست به تظاهرات زدند. در پی این رویداد یک دادگاه محلی اعلام کرد که هیچ کس از جمله سیاستمداران داخل ترکیه حق ندارند از طریق ویدیو در این تظاهرات سخنرانی کنند و تظاهرکنندگان حق ندارند هیچ ویدیویی از هیچ کس نشان دهند، تا جایی که سازمان دهندگان تظاهرات مجبور شدند برای رساندن پیام تقدیرآمیز اردوغان پیام او را قرائت کنند. اردوغان در این پیام از ترک تباران آلمان به خاطر حمایت‌هایشان از دولت در دوران پس از کودتا سپاسگزاری کرد. نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، امروز پس از پایان جلسه کابینه دولت از دولت آلمان به خاطر این حرکت انتقاد کرد. چطور شده که مقام‌های آلمانی دم از آزادی بیان می‌زنند اما نمی‌گذارند رئیس جمهور از طریق تلکنفرانس با یک تظاهرات بی‌دردسر و مجاز ارتباط برقرار کنه؟ آیا این به معنی جلوگیری از آزادی بیان نیست؟ در تمام دنیا معموله که سیاستمداران از طریق ویدیو بتونن آزادانه با شهروندانشون در خارج از کشور صحبت کنند. این کار واقعا غیر منطقی بود. kendi ülkelerinin diasporasına hitap etmek isteyen siyasetçiler ترک تباران حدود 3 میلیون نفر از جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهند. مقام های ترکیه میگویند نیروهای امنیتی روز دوشنبه در یک عملیات برنامه ریزی شده با استفاده از هواپیماهای بدون خلبان و هلیکوپتر موفق شدند 11 نفر از کماندوهای زبده ارتش را به اتهام توطئه برای روبودن رئیس جمهوری کشور در جریان کودتای ناکام دستگیر کنند. گفته می شود این افراد در مناطق جنگلی اطراف تفریحگاه ساحلی مرمره، محلی که در زمان وقوع کودتا رجب طیب اردوغان تعطیلات خود را در آنجا می گذراند، مخفی شده بودند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.